بسم الله الرحمن الرحیم. صبح همگی معاصرین عزیز بخیر، خدا کنه خوب و خوش باشین. خب پروژه ما از بخش کیمیا بود، امروز بررسی نقش کیمیا در صنعت تولید مواد غذایی در هرات بود که ما اگر بیاییم اول قصد یک معلومات در رابطه خود همین علم کیمیا قصد به صنعت اگر باشه چی مفیدی دا ضررهای داره و اگر نباشه چی خصوصیاتی داره و چی ضررهای داره. خصوصیت کنید پیش آده که همین علم کیمیا به صنعت تولید مواد غذایی که پیشرفت کنه به شکل بومی بود، تولیدات یا کم بود و وقت را زیاد میگیرد و این حالتی بود که باز بعضی ویژگی های از خود خودش تک ولی بعض مشکلاتی هم به بار می آورد. فرانسان اگر زمانی که تولیدات کم باشه وقت را زیاد بگیره اون خود ضروریات بشر را نمیتونه تامین کنه، اون خود باید یک علم کیمیا به این بیاد دخالت کنه تا اینکه تولیدات بیشتر شه مدت زمان را کمتر بگیره. خب فوایدی که علم کیمیا در صنعت تولید مواد غذایی در هرات و در دیگر ولایات و کشورها داره، از جمله بزرگترین فایده اینه که همین نگهدارنده از مواد نسل بالا میبره. فرضاً زمانی که یک مواد تولید میشه یا یک مواد غذایی که تولید میشه این همون مدت زمان از این میاد بالا میبره و باعث میشه که ما بعد از یک ماه، دو ماه، شش ماه یا یک سال دیگه از اون مواد غذایی بیاییم استفاده کنیم. و دیگه این خوبی که داره فرجانسار رنگ همین مواد غذایی بالا میبره و تم و زاید مواد بالا میبره و باعث میشه که فرجانسار ما از او استفاده کنیم بالاخره از او بتونیم ضروریات رو از او اشباع کنیم. و دیگه که باز هم این از علم کیمیا هست در میوجات هم هست به مرور زمان، زمانی که علم کیمیا پیشرفت کرد از میوجات و سبزیجات هم از این علم بیمونن استفاده کردن. فرمسال از بعض مواد کیمیایی بیانم به خود سبزیجات و میوه‌جات تصریح کردن تا اینکه حاصل بالا بره، حاصلات بالا بره تا اینکه بتونن مردم از اونها به حساب شکل به فراوانی وسیبیدن از استفاده کنن. و باز این زمانی که وسیع شده زیاد شده بعض ضررهای هم به وجود آورده اگر بین جامعه. فرانسوی یک دانشمند غربی یک کتابی نوشته که به نام نیور سینک یا ارزش هرگز مریض نشوید که خود از این دانشمند بود به مریضی سرطان مبتلا میشه و باز بره تحقیقات میکنه بالاخره خود به دکتر اینا نشون میده میبینه همین دعایی که میخوره فایده نمیکنه و باز این میگه من خود دانشمند هم چه پیش دکتر رو میگه فرانسوی تحقیقات میکنه میبینه که مریضی از این کلاس اکندی ویتامین سی به بدن میاد. این میگه همین میگیره آبمیوه‌های طبیعی که ویتامین سی داره اینا رو مصرف میکنه، اینا رو بعد میاد به لابراتوار خود میره اینا تست میکنه و میبینه برای کدام فایده نرسونده. این میاد اینا رو زمانی که تست میکنه میبینه که این آبمیوه طبیعی اصلا ویتامین سی چی نداره. این میاد از میوه طبیعی استفاده میکنه، از میوه هم زمانی که استفاده میکنه میره این میوه هم اصلا ویتامین سی چی نداره و بالاخره به این نتیجه میرسه زمانی که خود همین میوه ها از درخت کنده میشه اینا کاخ کنده میشه به خاطر اینکه همین مسافت های طولانی که اینا طی میکنه از کایاک شو به کشور دیگه بره اینا خراب نشه و یا به پلو از هم از مواد نگهدارنده برای از این استفاده میکنن که باعث میشه به مرور زمان همون خود همون ویتامین فا دست بده، ویتامین فا دست بده این فقط همون طعم و ذائقه داره ولی همون فایده که بعد به دم برسونه نداره. این از جمله ضررهای بوده که علم کیمیا بیامد به همین داخل میوه‌جات و سبزیجات به وجود آورد. و دیگه یک باز یک از خوبیات دیگه کمی علم کیمیا داره موادهای نگهدارنده ایه در خود از این موادها باعث میشه که ما فرزانسا زمانی که یک غذای تولید میکنیم از همین علم کیمیا یا بعض همین مواد کیمیایی که داخل از این غذاها استفاده میشه باعث میشه کمی نگهداری از این کس مدت زیاد بالا بره و بطن هم به شهر از اونها استفاده کنه. فرزانسا اگر ما به پیش از چند سال پیش اگر بیاییم مثال بده یا زمان قدیم مثال بدیم یک مواد غذایی که اینا تولید میکنن نهایت دو روز سه روز بیشتر نمیتونستن این استفاده کنن. چرا؟ چون علم کیمیا نمونده داخل از این دخالت نکرده در بعض این مواد کیمیایی موجود نبود که بیاییم داخل از این تزریق کنن تا همون نگهدارنده بالا بره. و زمانی که علم کیمیا پیشرفت در بعض فرمولای به دست آوردن بعض مواد که داخل از این تزریق کردن باعث شده که تا از این نگهداری از این به مراتب بالاتر بره و بتونن به مرور زمان هست به مدت های طولانی هم از اینا استفاده کنن. و یک نوع مواد غذایی یک مواد کیمیایی به نام اسید فسفوریک که این به مواد غذایی از جمله نوشیدنی‌ها و نوشیدنی‌های گازدار استفاده میشه
این باعث میشه که نوشیدنی های بازار قصد تولید از این مواد تولید میکنن و این بعد ضررهای هم داره که باعث توکی و صحان میشه که خود همین اسید فسفوریک هست که باعث توکی و صحان میشه برای شما. و دیگه ای که باز ما گفتیم از مضرات استفاده از علم کیمیا در صنعت تولید مواد غذایی هم کسه، یکی از مضرات هستی کسه غذاهای از پیش آماده یا غذاهای صنعتیه. فرض مثال اگر ما کشورهای غربی بیاییم مثال بدیم، اکثریت از این ها کسه غذاهای نو از پیش آماده میرن از سوپرمارکت ها خریداری میکنن و میان اینا رو استفاده میکنن. زمانی که اینا رو استفاده میکنن اینا نمیتونن بدن و همو ویتامین های مورد ضرورت اینا بیا اینا رو تامین کنه. چرا؟ چون اینا از پیش آماده میده، فرض مثال یک ماه دو ماه شیش ماه داخل یخچالا گذاشته شده و همو ویژگی های اینا داشته یا همو خصوصیات که داخل از این ویتامین های میده به مرور زمان از بین رفته و خود از این باعث میشه که اکثریت انگلیسی های به اون کشورا به وجود میاد. و اگر ما بیاییم فرض مثال بدین اکثریت اگر با داخل خود ایران مثال بدین اکثریت کسایی که به اطراف ها زندگی میکنن چون غذاهای را نسبتا طبیعیه یا از اون روغن که اینا استفاده میکنن یا از اون حاصلات که اینا دست میارن غذای اینا از اون حاصلات دست خود ماه و اینا اکثریت اینا قصد عمر نطولنیه و به مریضی ها مبتلا نمیشن. و اگر ما بیم بیشتر مناطق شهری مثال بدیم اینا چون به خاطر که مصرفیت اینا بیشتره اینا میرن از اون غذاهای آماده شده مثل ساندویچ یا مثل دیفی و بلدر اینا قصد اینا استفاده میکنن که خود از این غذای آماده شده قصد باعث میشه که اکثریت مریضی های به مرور زمان به وجود بیاید.